سلام بچه، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. من شهاب هستم و خوش اومدین به ویدیوی دیگه. خب بچه، همونطور که میدونی توی ویدیوی قبلی بهتون گفتم که قراره 17 می، یعنی تقریبا 5-6 روز دیگه، ناتکوین توی صرافی بایبیت لیست بشه. بعد از اینکه بچه ویدیوی قبلی رو من آپلود کردم، یه خبر اومد توی صفحه رسمی ناتکوین که قراره ناتکوین توی صرافی بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال هم لیست بشه. بعد از اون بچه قیمتش دوباره رفت بالاتر و خبر خیلی خوبی بود در کل واسه کسایی که ناتکوین داشتن. بچه بعد از این اخبار دیشب گزینه یه کلیم یا همون برداشت به ربات ناتکوین اضافه شد. قبلش کمرنگ بود، دیشب بچه پررنگ شد واسه یه سری از اکانت‌ها که الان بهتون میگم واسه چه اکانتایی. نگاه کنید بچه، این اکانتی که الان دارین روی تصویر میبینید اکانت ناتکوین منه. روی اکانت معمولی من ناتکوین جمع کرده بودم، اکانتم پریمیوم نبود، بقیش رو به صورت وچر برداشتم. این حدود 9 میلیونش مون که بعد 3 تا صفرش رفت و شد 9000 تا. و همونطور که میبینید بچه گزینه کلیم واسه این اکانت خاموشه، چون اکانت معمولیه و اکانت پریمیوم نیست. ولی بچه ها الان میریم سراغ اکانت پریمیوم تلگرام من و اونجا بهتون نشون میدم که روی اون اکانت گزینه کلیم فعاله و ما رو میبره کلن توی یه صفحه دیگه. این یکی اکانت هم بچه ها اکانتیه که روش پریمیوم دارم، الان واردش میشم و شما میبینید که ما رو میبره توی یه صفحه دیگه کلن. نکنید بچه ها این صفحه رو میاره. فعلا این بخش کلیمش واسه اکانتای پریمیوم فعال شده، ولی به زودی واسه اکانتای عادی هم اضافه میشه. فعلا توی فاز اول واسه اونایی که اکانت پریمیوم دارن فعال شده این بخش. اون بالا بچه همونطور که میبینید من تونکیپرم رو به ربات وصل کردم که الان بهتون میگم چجوری میتونید این کار انجام بدید. خیلی راحته و اصلا سختی نداره. بزنید روش بچه ها. فعلا بهتون گفتم واسه اکانتای پریمیومه، ولی توی این چند روز واسه اکانتای معمولی هم این صفحه فعال میشه. همونطور که میبینید بچه روی این اکانت من اصلا ناتکوین ندارم، فقط واسه آموزش این ویدیو رو دارم براتون میگیرم. نکنید بچه ها روی اون بخش بالایی بزنید، بعدش اینجا میتونید ولتتون رو بهش وصل کنید. من از قبل وصل کردم، الان یه بار دیگه وصل میکنم که شما هم ببینید. اینجا گزینه یه کانکت دیفرنت ولت رو میزنم که دوباره بتونم ولت وصل کنم. اینجا بچه دوتا گزینه میاره، یه گزینه ساخته ولت، یه گزینه وصل کردن ولت که من گزینه پایینی رو میزنم که به تونکیپر هم وصلش کنم. اینجا بچه لیست ولتاتون رو میاره، از بین اینا تونکیپر رو انتخاب کنید. حالا اگه دوست داشتید میتونید تونا هم انتخاب کنید، ولی حواستون باشه به هیچ عنوان به ولت تلگرام وصلش نکن، چون ولت تلگرام ما رو تحریم کرده و اصلا صفحهشون نمیاره که بخوایم کاری توش انجام بدیم. پس حواستون خیلی باشه که به ولت تلگرام وصل نکنید، به تونکیپر یا تونا وصل کنید که پیشنهاد من تونکیپره. اینجا بچه‌ها توی تونکیپر یه همچین صفحه‌ای براتون میاره، گزینه کانکت ولت رو بزنید که بتونید ولت تونکیپرتون رو به ربات ناتکوین وصل کنید. به همین راحتی بچه ها وصل میشه و بعدش بچه ها وقتی برداشت فعال بشه میتونید به ولت تونکیپرتون موجودیتون رو برداشت بزنید. این پایین بچه ها دو تا بخش دیگه هم داره، یه بخش پایینیه که مقدار ناتکوینتون رو نشون میده، جلوشیان به اضافه و یه گزینه دیگه داره که اگه روی به اضافه بچه ها اینجا بزنید میتونید وچرای ناتکوینی که قبلا تبدیل کردید و بیارید دوباره تبدیل به ناتکوین بکنید که الان من این به اضافه رو میزنم. همونطور که این صفحه رو میاره گزینه ردیم رو میزنم. اگه ولت وصل نکرده باشید ازتون میخواد که ولتتون رو وصل کنید و بعدش بچه ها یه همچین صفحه ای میاره و میگه وچری که میخواین تبدیل کنید و انتخاب کنید، مقدارش انتخاب کنید، هزینش هم حدوداً 0.06 تومن که الان من روی این ولت تونکیپرم هیچ وچری ندارم. پس اینجا همونطور که میبینید کلن خاموشه. من خودم بچه فعلا این کار انجام نمیدم، یکم صبر میکنم تا چند روز آینده ببینم چه اتفاقی میفته دقیقا و بعد توی روز آخر اگه خواستم وچرامو تبدیل به ناتکوین میکنم که بعد بتونم بفروشمش. فعلا این کار من انجام نمیدم، فقط خواستم توی این ویدیو به شما یاد بدم که چجوری میتونید وچرتون رو تبدیل به ناتکوین بکنید. دوتا روش هم قبلا واسه تبدیل وچر به تون براتون گذاشته بودم، اگه اونا رو ندیدید الان تامنلاش رو روی تصویر براتون میذارم. بخش بعدیش بچه این فلش رو به بیرون، اگه روش بزنید اینجا یه گزینه براتون روشن همونطور که میبینید و میگه میتونید موجودی ولتتون رو استیک کنید. استیک یعنی بچه ها شما موجودی ولتتون رو قفل میکنید. اینجا نوشته استیکش 30 روز است، یعنی شما تا 30 روز هیچ دسترسی به اون ناتکوین هایی که توی ربات دارید
ندارید و کلا دسترسیتون بهش قطع میشه، ولی یه سری چیزا به اکانتتون اضافه میکنه که الان در ادامه توضیحاتش رو بهتون میدم. اون پایین هم بچه‌ها یه گزینه دیگه است که مربوط به کیف پوله که فعلا قفل، کاری باش نداریم، وقتی باز بشه توی تلگرام یه پست در موردش براتون میذارم که دقیقاً چه کاری انجام میده. در مورد کیف پول غیر متمرکز فکر کنم که کاری نداریم. این پایین بچه‌ها یه گزینه دیگه هم هست که مربوط به همون بخش استیک کردنه. شما وقتی موجودی نات کوینتون رو استیک میکنید به یه سری قابلیت‌ها بعداً دسترسی پیدا میکنید که کاربرای عادی که استیک نکردن دسترسی پیدا نمی‌کنن. ولی بچه‌ها خیلی دقت کنید، الان نات کوین خیلی هایپه و خبراش زیاده و قیمتش سعودیه فعلا و قیمت خوبی هم تقریبا الان داره، ولی معلوم نیست 3 روز دیگه چه اتفاقی واسه قیمت نات کوین میفته. به این خیلی دقت کنید اگه خواستید استیک کنید و اینا. شما 30 روز به نات کویناتون دسترسی ندارید، بعد 30 روز دیگه قیمتش مشخص نیست که چقدر میشه، شاید خیلی بره بالاتر، شاید هم خیلی بیاد پایینتر، شاید حتی قیمتش مثلا 1/10 و اینا بشه. حواستون به این خیلی باشه، مسئولیتش با خودتونه. اگه خواستید استیک کنید میتونید بیاین از اون بخشی که گفتم موجودتون رو استیک کنید. بعدش بچه‌ها یه سری قابلیت ها و یه سری جایزه ها داره که فعلا دقیق مشخص نیست. یه سری اسکرین شات ها و اینا هست ولی رسمی نیست، اونا هنوز تایید نشده، که مثلا شما به یه سری لیگای مختلف میرید مثل یه سری ربات ها و بازی ها و توی اون لیگا میتونید یه سری جایزه ها و اینا بگیرید که دقیق هنوز کامل مشخص نیست. پس اگه استیک میکنید به این دقت کنید که 30 روز به نات کویناتون دسترسی ندارید، ولی ممکنه جایزهای خوبی بعد 30 روز بگیرید. و اینم دقت کنید بچه ها که قیمت الانش حدوداً 1 سنت هر نات کوین الان که دارم ویدیو رو میگیرم، ولی اون موقعی که دوباره نات کویناتون رو بهتون میده و استیک تمام میشه مشخص نیست که قیمت نات کوین اون موقع چقدره، ریسکش پای خودتونه. بچه‌ها این چیزای جدیدی بود که به ربات نات کوین اضافه شده. واسه اکانت‌های پریمیوم فعلا این بخش اضافه شده، اکانت‌های معمولی هنوز دسترسی ندارن به این بخش و احتمالاً توی همین 2-3 روز واسه اکانت‌های معمولی هم این بخش اضافه میشه و میتونید این کارهایی گفتم و اگه دوست داشتید انجام بدید. من خودم بچه فعلا چند تا ووچر دارم، یکم صبر میکنم که دقیق‌تر مشخص بشه، بعد عدش میکنم به ربات، به شما میگم وقتی اگه خودم این کار انجام دادم به شما میگم، و بعدش یا میفروشمش با روشایی که به زودی اضافه میشه به ربات که میتونم به صرافی و اینا بفرستم موجودی نات کوینمو، یا هم بچه استیک میکنم. فعلا اطلاعات دقیقی در مورد استیک کردن نداریم. من خودم احتمالش خیلی کمه که استیک کنم، ولی اگه دیدم چیز خیلی خفنی میده و اینا میام و بهتون میگم که قضیهش چجوریه. فعلا من تو فکر استیک اصلا نیستم، منتظرم که لیست بشه و احتمالا بچه بین 50% تا 70-80% نات کوینایی که دارم و روزی که لیست بشه من میفروشم. شاید حدود 20%-30%شو نگه دارم واسه استیک و اینکه قیمتش بره بالا و اینا. من زیاد ریسک نمی کنم، ولی کسایی که ریسک میکنن میتونن حتی استیک هم بکنن. من بچه شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم. همه اطلاعاتو بهتون دادم، موفق باشید.